روز 52 معرفی کردن گفتگو سارا مامان ایشان استاد من هستند آقای کیانی خانم دانایی از دیدنتان خوشبختم آقای کیانی آقای کیانی همچنین اجازه بدهید شما را به همسرم مریم معرفی کنم مریم ایشان خانم دانایی هستند و دخترشان خانم دانایی از دیدنتان خوشبختم خانم کیانی من هم همینطور تعریف دخترتان را از همسرم زیاد شنیدم دختر بسیار باهوشی دارید خانم دانایی نظر لطف شما است دستور زبان اسم معرفه اسم چیزهایی که برای خواننده یا شنونده آشنا باشد مانند اسم معرفه آن مداد خانه سارا اسم مداد سارا ضرب المثل شیره به سر کسی مالیدن کسی را فریب دادن شیطان را درس دادن بسیار حیله‌گر بودن صابونش به تن من هم خورده به من هم ضرر زده است جمله های رایج چه کسی همراه شما است؟ با همسرم هستم من با فرزندانم هستم شعر دیدی ای دل که غم عشق دگر بار چه کرد چون بشد دلبر و با یار وفادار چه کرد حافظ کلمه روز چاره چاره معنی مثال او برای خرابی یخچال چاره‌ای پیدا کرد خاروبار آب نبات شکلات بستنی آجیل گردو پسته بادام زمینی بادام زمینی فندق گفتگو ندا چرا بلند شدی سارا؟ سارا میخواهم آلبوم عکس‌هایم را به تو نشان بدهم ندا خوب است این کیست؟ سارا این خواهر
بزرگم لیدا است. در شیراز زندگی می کند. ندا: واقعا این بچه کیست؟ چقدر با نمک است؟ سارا: بچه لیدا است. ندا: چند سال دارد؟ سارا: حالا 7 سال دارد، اما در این عکس 5 سال دارد. اصطلاح روز: جواب های هوی است. جواب های هوی است. معنی: جواب حرف بد هم حرف بد است. جواب حرف بد هم حرف بد است. خواندن: معماری ایرانی ویژگی های منحصر به فردی دارد. ویژگی هایی مانند محاسبات دقیق، طراحی مناسب، ایوانهای بلند و تزئینات زیبا معرف معماری ایرانی است. در معماری ایرانی تلاش می شود که کار بیهوده انجام نشود. در این نوع معماری از اسراف پرهیز می شود. معماری ایرانی شامل حیاط، باغچه و شبستان و کلاه فرنگی است. کلمات جدید: تعریف، باهوش، مالیدن، فریب دادن، هیلگر، صابون، ضرر، فرزند، دلبر، یار، زشت، با نمک، محاسبات، دقیق، ایوان، معرف، اسراف، پرهیز، شبستان، کلاه فرنگی، حیات، محاسبه کردن، تزئینات، خودداری کردن، معشوق، آسیب، ذکاوت، بار دیگر، باغچه، اعطا کردن، نهادن.